السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعاً. جنة قادر امروز تفلقارا مكتب مي بردم بشروم ايك موتارا بك تابعه از اراقی بود نما پلیت شخصی اراقی در موتارش ناس بود در کنج موتارش شعار داده بود اعلان کرده بود که مرا خیلی به تعجب ساخت خواستیم موضوع رو با شما شریک بسازم نوشته کرده یا علی مدد یادم آمد که در افغانستان ما بسیار تکسیران هایی داریم که در موترهایشان در پشت موتر، در شیشه موتر، در داخل موتر، در شیشه های موتر، اطراف موتر به می شکل الفاظ مختلف شرکی نوشته است ايه قرآن الكريم يا كي. الله سبحانه وتعالى ميع فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستأزأ بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا عزيزان متوجه بايش ايه القران الكريم لأنه ان موضوع مهم في الايه المباركه فلا تقعد معهم يك ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله سبحانه وتعالى ما يفهم و الله جل جلاله عز شانه ای اکم را در قرآن در کتاب مقدس به شما نازل کرده که ارگا بشنوید افراد آیات الله سبحانه و تعالی را انکار میکنند و یا استهزا می کنند تمسخر می با آنها ارگز ننشینید با آنها ارگز ننشینید تا با سخن دیگر بپردازند وگرنه شما هم مثل آنان خواهید بود یعنی در انگام شنیدن کفر و استهزا و رشخندی به آیات الله سبحانه و تعالی و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با کفار امنشین مشوید با منافقین امنشین مشوید با کسایی که اونا نفاق کردن دین را تجزیه کردن با اونا ننشینید چرا؟ تا با سخن بعدی خود با یک سخن دیگر خود اونا بپردازن که باز هم و با الله استهزا بکنند و به رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنن بکنند به آیات قرآن استهزا بکنند نشخندی بکنند بگن که ایجا ایجابشه که کشیده کی میگه که موزی کرام است الله چی میگه چرا که دهی صورت شما هم مثل اونا خواهید بود الله سبحانه تعالی میگه با اینا ننشینید چی رسد که خانه اینا بروید غذا اینا را بخورید با اینا دوستی بکنید از اینا زن بگیرید از اینا شما با مردای اینا عروسی بکنید یعنی اگر در مجالس تمسخر و استهزای آنها بنشینید و از این کار دست بر ندارید و اگر با آنها هم کنید اگر با آنها دوستی بکنید اگر با اونا باشید بخورید بنشید در او صورت شما هم در کفر مانند آنان استید سبحان الله ای آیه قرآن است عزیز دل ما برادر و خواهر مسلمان ما پس اجتناب از مجالس کسانی که به آیات الهی کفر ورزیده و او را مورد استهزاء قرار داده ای چی است از تقوای انسان است هرگز تقوا به تو نمیرسه هرگز تو به تقوا نمیرسی هرگز تقوا در قلب تو در شریان ها و ورید های تو در خون تو در روح تو در معنویات تو داخل نمیشه تا وقت که تو از اینا دوری نکنی با اینا نشینی با تقوت قول میتی و خودت هم عالم دین هستی از تاغوت ماش میگیری زیر بیرق تاغوت هستی با تاغوت میسازی برای تاغوت فتوا میتی سبحان الله ای در ای آیه مبارکه زمان نازل شد عزیزان که گروهی از مسلمانان با مشرکان و یهودیان امنشینی میکردن در حالی که اونا در مجالس خود قرآن را نیشخن میزدن زدن میکردن می کردن احادیث و سخنان رسول الله صلی الله علیه و سلم را نیشخن میزدن نیشخندی و ریشخندی میکردن کردن میکردن پس امو بود که الله سبحانه و تعالی یایت را نازل کرد و از امنشینی با اونا منع کرد علماء کرام با استدلال به ای آیه امنشینی با فاسقا و اهل بدعت را از هر جنسی که باشد حرام دانسته فاسق کسی که فسق کرده اهل بدعت کسی که در دین چیز را ایجاد کرده یا از دین چیز را کم کرده و بدون شک عزیز ما برادر و خواهر مسلمان کسی که دموتر خود ای کلمه و جمله کفرامیز قرار بته او از اهل بدعت است و یا از اهل شرک است اما گاهی که این امر به سبب جهل باشه او شخص میتونه که به او بگویه که برادر این جهل تو هست. اما اکثریت مردم جاهل نیستن اینها دانند، اینها بر امین عقیده زندگی میکنن و برای امین عقیده میمیرند در اکثر تاکسی های کابل و هرات و قندهار و مزار و جلال آباد ما این چیزای شرکی داریم و اکثریت عالمان دین من را می بینیم که اینها چی میکنن با امی کفار و منافقین می نشینند، بر حتی با اینا را امی تاغوت می تبرشن موترهای زریشن را تاغوت در, در, در دسترس اینا قرار داده باون فلم ميقل عكس ميقلان برايشان فاطوا ميدان وقد نزل عليكم الله مي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا بازباء الننشنيت فلا تقعدوا معهم باون هانيشنيت تا یخوض فی حدیث غیری که باز شروع میکنن حدیث غیر باز شروع میکنن یک موضوعی را که علی دین باشه بر علی اسلام باشه بر علی حجاب باشه بر علی لباس زن و مرد باشه ار حکمی که در قران است بر علی گیز صحبت میکنن حجاب نمیپوشه میگه حجابش کشیده موسیقی را گوش میکنن موسیقی میگه حلال است فلا تقعد معهم حتى يخوض في حديث غيري اگر با اونم بشنی استهزا کرده میره رشخند کرده میره شروع میکنه انکم اذا مثلهم اگر با اونا بنشینی پس تو هم مثل اونها میشی چیزی با مطلهای داریم که میگن آلوچه از آلو رنگ میگیره إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله سبحانه وتعالى برأي ميجاكي. إن الله ربته خَالَقَةُ مَالَكَةُ أنا كترى خلق جامع المنافقين منافقين والكافرين وكافرين را چی میکنه جامع جمع میکنه یک جای در کجا فی جهنم جمیع پس ای گروه منافق و ای گروه کافر منتظر باشید که روز هم میرسه که الله میگه که ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیع عزیزان این آیه ای قرآن صریحا برای شما میفهمانه که اشخاصی که برای قرآن استزام میکنن مانند شفیع عیار و امثال هم فلمای اینا را نبینین شخانای را گوش نکنین در یوتیوب در اینا بر اینا لایک و کامنت اضافه نکنین که از دیدن شما از کانه های یوتیوب اینا پول برمیدارن اینا به خاطر امین امین کار را میکنن که تا بیننده ببینن بیننده پیدا بکنن کلاینت یا کستمر پیدا بکنن به مو خاطر عمدا این کار را اینا میکنن که تا مردم پیدا شدن پس پس عالم دینی را به خاطر میبینه میگه که باش که من مقابل ازی گپ بزنم بچه یه مسلمان به خاطر میبینه که حالا دیدی فلان چی کار کرده این خبیث به او خاطر میبینه یعنی یعنی اوت اف به خاطر تجسس میخواد را ببینه بیدین و مرتد و سیکولار و کمونست و انسان پست خب بیا دوست داره خوش داره مثل ازی بسیار زیاد تسی رقمی انسان ها مثل او کسیفی دیگره که استاد میشه نماز را به زبان دری میخانه. میگه نه ایده بخونیم ای چی است؟ الله میگه براتان عزیزان مگه الله براتان میگه که فلا تقعود معهم اتا یخوضو فی حدیث غیری یک فیلم شکی دیدی فلم دید، فیلم دیگه باز میبینی یک گپش اک شنیدی دیگه گپش باز استعزا میکنه باز بد میگه باز بد میگه اینکم ایدم مثلهم ای را سایکولوژی معاصر روانشناسی معاصر ثابت کرده که اگر با کسی زیاد ببینی و بنشینی و حالا چون دنیا دنیای مجازی هست فیلم ها اینا را اگر چه دیده بوری اما قدر چی میکنه در افکار تو شبهات خلق کرده میره و الله میگه انکم اذا مثلهم روانشناسان در پوانتون آکسفورد یونیورسیتی در دانشگاه آکسفورد اینا کشف کردن که اگر با کسی بنشینی اگر موسیقی زیاد گوش کنی بالای تحصیل میکنه اگر قرآن گوش کنی قرآن سر تحصیل میکنه با هر چیزی که زیاد بودی انکم اذا مثلهم مثل ازو میشی ازو رنگ میگیری بله یگانه دلیل که زنها بی اجاب هستند نمیتونن که اجاب را بپوشن بخاطر ازی است که با بی اجاب آنش هستند درامه های مبتزل را دیدن سنه های مبتزل را دیدن و آلا آره چون عادت کردن این اذا مثلهم مثل امون ها شده مثل امون کسایی است که در درامه هست که دختر و بچه خارج از عقد نکاح در حرام ها با هم یک جای میشن و عشق و عاشقی دروغین دارن و این آن اونا خو با پول خدا میگره از درامه ها اما وا با جان دختر و بچه افغان که شکار ای درامه ها میشه و است از که الله میگه بزرگترین سایکولوجیست یگانه سایکولوجیست یگانه روانشناس یگانه کسی که به آناتومی بدن انسان واقف است به نبز انسان واقف است به وجب وجب به ذره ذره احساس انسان واقف است به هورمون هایی که در بدن جی ترشح میکنه چرا خود از او خالق می هورمون های تو هست خالق امین احساس تو هست خالق امین گرایش منفی تو به منفی ها هست به پلشتی ها هست گرایش تو به سوی بدی ها هست او میدانه پس الله چی میگه الله چی میگه فلا تقعدوا معهم با اونا ننشینید باز میگه که این نکم ایدم مثل هم مثل از اونا میشی و وقتی که مثل از اونا شدی و زندگی برایت شیرینی کرد به هجاب گشتی به هجاب عرکت کردی به هجاب کار کردی به هجاب تشکیل خانواده دادی یا با موسیقی یا با ازار کار دیگه با زنا و با این آن زندگی کردی و تیر شد روز میرسه که مرک به دنبال تو می آیا. او وقت مجال توبه هم در تو نیست او وقت به تو کس مجال نمی که توبه بکنی به خاطر که الله میگه وقتی که مرگ در القوم رسید خلاص شدی ان الله جامع المنافقین و فی جهنم جمیعا پس او وقت که تو گناه کردی بد شدی در مقابل الله قد علم کردی احکام الهی را مراعات نکردی آنچه الله گفت اون را تو خواندی اما به او پشت کردی پهبه اون وقت که ملک الموت به ملاقات تو می تو یا منافق می مي میری یا کافر می مي میری یا کسی است که تو به الله پشت کردی پس الله میگه ان الله جميع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا الله سبحانه و تعالی منافقین و کافرین در جهنم یک جا با هم چی میکنه به آتش جهنم داخل میکنه عزیزان گران قدر لطفا به اطفالتان به خانوادهتان به عزیزانتان به امسرانتان، به آنهایی که خیلی نزدیک است با شما این آیات قرآن را با تفسیر و توضیح از برسانید و این تفسیری که ما با شما کردم از سه کتاب خیلی معتبر تفسیر است الله سبحانه و تعالی ادایت من کند آمین یا رب العالمین